روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از ایران می‌نویسد اوضاع اقتصادی آشفته و بحران‌زده ایران رهبران جمهوری اسلامی را حتی قبل از احیای مجدد تحریم‌های آمریکا زیر فشار قرار داده است. این روزنامه می‌گوید احیای تحریم‌های آمریکا رهبران جمهوری اسلامی ایران را برای پایان دادن به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه و حمایت از تروریسم زیر فشار حداکثری می‌گذارد. مهدی آرامی گزارش می‌دهد. به گزارش وال استریت جورنال، رهبران جمهوری اسلامی ایران که برای مهار بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، حتی قبل از احیای مجدد تحریم‌های آمریکا زیر فشار قرار گرفتند. تحریم‌های آمریکا در دو مرحله اجرایی خواهند شد. در دور اول که از 10 روز دیگر ششم ماه اوت اجرایی می شود، بخش خودروسازی و معاملات طلا و دیگر فلزات گرانبها هدف قرار خواهند گرفت. در دور دوم که از 100 روز دیگر 4 نوامبر اعمال می شود، بخش نفت و انرژی و معاملات بانک مرکزی با مؤسسات مالی بین المللی مشمول تحریم ها خواهند شد. مردم ایران بیش از همیشه نگران خرید غذا، دارو، مایحتاج زندگی و پرداخت اجاره بها هستند. تورم به 12% رسیده است. صادرات نفت 8% در 2 ماه گذشته کاهش یافته است و نرخ بیکاری در میان جوانان به 30% افزایش یافته است. مشکلات اقتصادی و فساد گسترده در ماه‌های اخیر به موجی از اعتراض‌های گسترده در سراسر ایران دامن زده است. پرزیدنت ترامپ با خروج از توافق اتمی برجام تصمیم گرفت رژیم جمهوری اسلامی ایران را در منگنه قرار دهد. دولت ترامپ میگوید فشار حداکثری بر رژیم جمهوری اسلامی با هدف تغییر رفتار نظامی در منطقه و پایان دادن به حمایت از گروه‌های تروریستی اعمال می‌شود. امید ایران به اتحادیه اروپا است که بر حفظ برجام تاکید کرده است. اما بانک‌های اروپایی هم معامله با ایران اکراه دارند، زیرا دسترسی به نظام بانکی آمریکا محروم خواهند شد. آمریکا از دادن معافیت به بانک‌های اروپایی برای معامله با ایران خودداری کرده است. مهدی آرامی، صدای آمریکا.